به نام خدا و عرض سلام، امروز یک شنبه 27 میزان سال 1399 خورشیدی که برابر است با 18 اکتبر 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. جان باختن 15 تن و زخمی شدن 100 تن در حمله موتر بم در غور. موردی حمله شان قرار گرفت که متاسفانه در این حمله اینا. سفر عبدالله عبدالله به ایران. کشور به اندازه خود در حد خود تأثیر دارد. ادامه اختلاف ها میان هیئت های مذاکره کننده در دوحه. محکوم شدن یک زن به اعدام در امریکا. و کمبود غذا چالش برای 11 میلیون شهروند افغانستان. در نتیجه انفجار موتر بم گزارش شده در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور 15 غیر نظامی جان باختند و 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی در غور میگویند موتر بم گزاری شده در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس غور منفجر شده است که شمار زیادی از غیر نظامیان در آن محل تجمع کرده بودند. در پی بلند بودن شمار تلفات غیر نظامیان در این رویداد، گروهی از پزشکان برای مداوای زخمیان از هرات روانه شهر فیروزکوه شده است. گزارش. اینجا محل انفجار موتر بم در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. مقام های محلی در این ولایت میگویند یک موتر بم گذاری شده از سوی مخالفین مسلح دولت زمان انفجار داده شد که تجمع مردم و ملکی صورت گرفته بود. شمار از زخمیان این رویداد میگویند شدت انفجار به حدی بوده که ساختمان های نزدیک آن را آسیب جدی رسانیده است. بسیاری از جان باختگان این رویداد افراد ملکی، زنان و کودکان هستند. دو چی رو مالی بیان داره جو؟ آه چی کار جید؟ تو آمان هشت رو که اگر سر بست که داره جو؟ راجین گفتن اینطوری است. فلنکو جستاد بید اگر سکری فلنکو بود. درزه که من از فلنکو کمی کمی بوچی شدم فلنکو دنش بدار. همی وضعیتی که فلن نمیجا همی وضعیتی هیچ اسلامی قبول نداره. اون کسی که میه خورب داخلی شهده و معلولین یا به داخل یک اداره اسلامی خود انفجار میتینه. برخی از مسئولان در غور میگویند پیش از این نیز هشدار چنین رویداد به آنها رسیده بود، اما از سوی مقام های بلند پایه جدی گرفته نشده است. در عین حال مسئولان در بیمارستان مرکزی میگویند بیش از 100 زخمی این رویداد همکنون زیر تداوی قرار دارند. به گفته رئیس صحت عامه یک گروه سیحی از هرات نیز برای تداوی زخمی شدگان به غور آمده است. تا الحال 13 شهید در شفاخانه تخلیه شده و 100 نفر زخمی. شفاخانه ولایتی غور که یگانه شفاخانه ملکی نظامی در سطح ولایت غور توانست که 100 نفر زخمی را به درستیش مدیریت بکنه. در این حال مسئولان امنیتی در غور تایید میکنند که 35 سرباز پلیس در این رویداد زخمی شدند، اما هدف حمله کننده را افراد ملکی میگویند. ده بجای روز که در جاده عمومی که خودتان میبینید موردی حمله شان قرار گرفت که متاسفانه در این حمله اینا متربم اینا تعداد 35 نفر پلیس ما سطحی زخمی است، تعداد 63 نفر برادرای ملکی ما است، 12 نفر شهید است. مسئولان محلی تایید می کنند که کمبود امکانات طبی از عمده ترین مشکل آنها برای رسیدگی به زخمی شدگان این رویداد است. چند روز قبل نیز در انفجار یک ماین کنار جاده 8 تن به شمول چند کودک و یک زن حامله در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور جان باخته بودند. با اینکه مسئولان محلی گروه طالبان را متهم به این قضیه می کنند، اما تا کنون کدام گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. شماری از سربازان ارتش در میدان وردک در محاصره طالبان قرار گرفتند. سربازان محاصره شده میگویند که از 5 روز به این سو در پاسگاه کوته اشروع میدان وردک در محاصره قرار دارند و با کمبود مواد خوراکی و تجهیزات نظامی روبروند. عبدالجبار فرمانده این پاسگاه در نوار ویدیویی گفته است که 4 سرباز در درگیری با طالبان زخمی شدند که وضعیت آنان وخیم است. مقام ها در وزارت دفاع میگویند که به زودی به وضعیت این سربازان رسیدگی خواهد شد. گزارش.
طالبان سه شنبه شب یک پاسگاه نیروهای دفاعی را در منطقه کوتی اشروی میدان وردک مورد حمله مطربم قرار دادند. در این حمله 4 سرباز ارتش ملی زخمی شدند. سربازان در این پاسگاه میگویند که از 5 روز به این سو در محاصره طالبان قرار گرفتند و برای رهایی آنان تا اکنون اقدام نشده است. به گفته این سربازان، طالبان در اطراف این پاسگاه قرار گرفته و اگر حکومت به زودی اقدام نکند این پاسگاه سقوط خواهد کرد. تا به می لحظه که امروز روز یک شنبه است، دو شنبه است، نمیفهمم، تاریخ 27 است، به ما نه کمک هوایی رسیده نه زمینی رسیده. یک دو مرتبه به ما تیاره خواست که نشست کنه، تیاره را مورد ضربات هوایی دشمن قرار گرفت. فرمانده پاسگاه کوتی اشرو وضعیت زخمیان در این پاسگاه را وخیم میگوید و هشدار میدهد که در صورت بی‌توجهی حکومت این زخمیان از بین خواهد رفت. این سربازان همچنان میگویند که با کمبود غذا و اسلحه مواجه شدند. ما را رئیس جمهور به صفات اولاد خود فکر کنه، با ما کمک خدایی کنه. ما تقاضا داریم از رئیس جمهور، از شورای امنیت، از وزیر صاحب دفاع ملی. 4 نفر زخمی داریم، در پشت سر خواستند. وضعیتشان خراب است. منابع به آریانا نیوز میگویند که طالبان مسلح خود را به نزدیک میدان شهر مرکز این ولایت رساندند و اگر حکومت نیروهای تازه نفس به این ولایت نفرستد، ولایت میدان وردک به دست طالبان سقوط خواهد کرد. از سوی دیگر باشندگان این ولایت میگویند که طالبان دو روز پیش یک پاسگاه نیروهای امنیتی را در منطقه بادام ولسواری نرخ میدان وردک سقوط داده و تمام تجهیزات آن را با خود بردند. عبدالله در سفر به ایران با وزیر خارجه این کشور درباره صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش از روند صلح به مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. از سوی هم آقای عبدالله نقش ایران در تامین صلح در افغانستان را اثرگذار میداند. قرار است آقای عبدالله با حسن روحانی رئیس جمهور و شماری از سیاستگران دیگر ایران نیز دیدار کند. شاپور فرهمند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه سفرهایش به منطقه امروز به ایران آمد، کشوری که نقش آن در برقراری صلح در افغانستان اثرگذار پنداشته می شود. هر کشور به اندازه خود در حد خود تأثیر داره و هم از دوام جنگ در افغانستان همه متأثر هستند. طرف جمهوری اسلامی ایران حمایتشان از صلح اعلام کردند و تاکیدشان این بود که ما طرفدار صلح هستیم و به خیر افغانستان و به خیر مردم افغانستان. آقای عبدالله پس از رسیدن به تهران با جواد ظریف وزیر خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی این کشور دیدار کرد و قرار است فردا با حسن روحانی و برخی مقام‌های دیگر این کشور نیز دیداری داشته باشد. مناسبات تجاری معلوم دار که در مسائل افغانستان و صلح و عدم رسیدن به صلح نقششان بسیار اهم و مهم است. ایران از بحر اختلافهایی که با آمریکا دارد بارها از نقش واشنگتن در روند صلح افغانستان انتقاد کرده است و چندین بار از نمایندگان طالبان در تهران میزبانی کرده است. اختلاف ها میان گروه مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان هنوز هم حل نشده باقی مانده و هیچ پیشرفتی به دست نیامده است. سخنگوی طالبان در قطر میگوید در آخرین نشستی که این گروه و دولت افغانستان داشتند اختلاف ها حل نشده است. هرچند هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان پیشنهادهای بدیل برای اختلاف ها ارائه کردند، اما هر دو طرف پیشنهادهای یکدیگر را نپذیرفتند. از سه روز به این سو تا کنون نشست دیگر میان دو گروه انجام نشده است. روحید اندیشمند. اختلاف میان گروه های مذاکره کننده در قطر روی دو مورد، با فشاری طالبان برای اساس قرار دادن مذاکرات توافقنامه صلح آمریکا و پیشبرد گفتگوها بر بنیاد فقه حنفی همچنان جریان دارد. دو گروه آخرین نشستشان را که روز پنجشنبه برگزار کرده بودند به نتیجه پایان یافت. مرتوله چه خدا دې صورت د قرآن خبره خو په اول ورځ باندې په اماده کې توافق شو غوړندې ز موږ د خانه او تاسو کوم نه ده خبره خو خلاص ده او دې خبره دوباره را پروتکل سم مفهوم ده. بیشتر آگاهان بر این باورند که ایالات متحده به عنوان یک میانجی باید بر هر دو گروه فشار بیاورد تا در روند مذاکرات نسبت به یکدیگرشان انعطاف پذیر باشند. آل ایالات متحده آمریکا اگر اعمال فشار میکنه یا با استفاده از اثر رسوخ خود بر دو طرف فشار وارد میکنه، اگر بتونه مسئله صلح تسریع کنه
بدون شک قابل تایید است. هرچند پیش از این گفته میشد که به هدف حل موضوعات اختلافی به گروه های تماس دو هیئت وظیفه داده شده است تا هرچه زودتر به توافق نهایی در مورد کارشیوه دست یابند، اما ظاهرا این اختلاف ها جدی تر می شود. به نظر ما یک از این گزینه ها میتونه حذف همین موارد اختلافی باشند که فعلا اینا سرش بحث دارند و به نتیجه نمیرسند تا در یک فرصت بعدی دیگری. با این همه شهروندان در انتظار نتایج و آغاز مذاکرات روی آجندای اصلی گفتگوهای میان افغانها است. حکومت افغانستان نتوانسته است به تعهدات خود به جهانیان از بهر مبارزه با فساد اداری به گونه بنیادین عمل کند. نهادهای نظارت کننده مبارزه با فساد اداری در کشور میگویند با آنکه دست کم یک ماه به برگزاری نشست ژنوا مانده است، اما حکومت نخواهد توانست قناعت کشورهای کمک کننده را فراهم کند. در همین حال وزارت مالیه کشور میگوید حکومت افغانستان 85% از تعهداتش را در نشست ژنوا را عملی کرده است. علی اصغری. 36 روز تا نشست ژنوا و شرکت سران حکومت افغانستان از بحر پاسخگویی به کشورهای همپیمان. یکی از سفارشات کشورهای همپیمان افغانستان از بحر ادامه کمک ها به این کشور مبارزه با فساد اداری است. اکنون نهادهای نظارت کننده مبارزه با فساد اداری میگویند حکومت افغانستان آمادگی لازم برای پاسخگویی در نشست ژنوا را ندارد. نهاد کمیته مستقل مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید در راستای مبارزه با فساد کار سازنده‌ای که بتواند توجه جامعه جهانی را به حکومت داری خوب افغانستان جلب کند صورت نگرفته است. در سال 2019 11 بنچمارک اینا نتونستن تکمیل بکنن، در مجموع اینا 15 بنچمارک تکمیل کرده بود، 31 بنچمارک زیر کار بود و 11 بنچمارک تکمیل نشده بود. در سال 2020 از جمله 63 بنچمارک 27 اینا تکمیل کردن، 25 زیر کار است و 11 ناتکمیل است. دیدبان شفافیت میگوید پرونده های بزرگ مبارزه با فساد اداری همچنان بررسی نشده. از همین رو حکومت افغانستان نخواهد توانست کمک های قابل ملاحظه ای را جلب کند. تعهدات مربوط به تدقیق دارایی ها و ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد هیچ پیشرفتی نداشته. علتهای اساسیش است که اراده واضح و قاطی رهبری سیاسی دولت افغانستان برای مبارزه با فساد وجود نداره. هرچند باورها بر این است که کمتر از 10% در 2 سال گذشته در امر مبارزه با فساد اداری کار صورت گرفته است، اما حکومت افغانستان میگوید بیش از 85% از تعهداتشان از نشست ژنوا سال 2018 را عملی کردند. ما به اساس آخرین گزارشات بالاتر از 85% تعهدات خود به پای اکمال رساندیم و انشاءالله الی برگزاری کنفرانس متبقی تعهدات خود با میزان بلند فیصدی به اتمام میرسانیم. به باور نهادهای مبارزه با فساد یکی از دلایل ادامه فساد در افغانستان مسئولیت سیاستمداران، مقامهای دولتی و نمایندگان پارلمان از پیگرد عدلی و قضایی است. این نهادها میگویند ارگان های تنفیذ قانون تحت تأثیر این افراد هستند و نمی توانند افراد زورمند را مورد پیگرد قرار دهند. از این روز که پیکار با فساد در افغانستان ناکام می شود. نیروهای قطعات خاص امنیت ملی یک دکتر را در شهر کابل از چنگ آدم ربایان آزاد کردند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید دکتر محب‌الله بارکزی که چند روز پیش از سوی آدم ربایان در منطقه تایمنی شهر کابل را بوده شده بود، امروز از چنگ آدم ربایان آزاد ساخته شد و 4 نفر به اتهام این رویداد بازداشت شدند. گزارش دکتر محب‌الله بارکزی متخصص داخلی عمومی بیمارستان جمهوریت چند روز قبل در مربوطات حوزه 7 شهر کابل از سوی آدم ربایان ربوده شده بود. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید آدم ربایان 10 روز برای ربودن این دکتر برنامه ریزی کرده بودند تا بالاخره توانستند وی را از منطقه تایمنی کابل برباید و به ولسوالی پغمان انتقال دهند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که آقای بارکزی امروز در جریان عملیات هدفمند از سوی نیروهای قطعات خاص امنیت ملی از چنگ آدم ربایان آزاد شده و 4 نفر به اتهام این قضیه بازداشت شدند. بعد از اینکه دکتر مبلا را ما به خانه ننگلی بردیم با طور موقت باید تو جمعی بود، بعد از او آمدیم به طرف خانه خود. باز شیرچانام به فامیل زنگ زد و زنگ زده بود و ازشان درخواست 7-8 لک دلار امریکایی کرده بود که اگر نبیاریم او را به قتل میرسانیم.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنان میگوید که هسته های شهری گروه های تروریستی جنایتکار را شناسایی کرده و به زودترین فرصت بازداشت و یا مورد هدف قرار خواهد گرفت. این در حال است که شهروندان به ویژه پایتخت نشینان از افزایش جرایم جنایی و دزدی های مسلحانه در کابل شکایت کرده اند. در آریانا وقفه ادامه خبرها در آریانا نیوز. با گذشت نزدیک به 10 روز از تصرف حوزه چهارم و بخشی از حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه تا هنوز عملیات بازپسگیری این بخش از سوی نظامیان کشور آغاز نشده است. شماری از سناتوران در مجلس میگویند شهر لشکرگاه در پردگاه سقوط قرار دارد و اگر حکومت اندک دیر بجنبد هلمندی ها شاهد سقوط شهر لشکرگاه و چندین ولسوالی دیگر هلمند خواهند بود. علی اصغری. نزدیک به 10 روز شده است که آتش جنگ در بخش های از هلمند زبانه می کشد. جنگجویان طالب از مسیر ولسوالی ناوخ خودشان را تا چند قدمی شهر لشکرگاه رساندند. بخش های از حوزه چهارم و سیوم این شهر به تصرف طالبان در آمده و هنوز هم جنگ در این بخش های شهر جریان دارد. برخی از سناتوران می گویند هلمند در پردگاه سقوط قرار گرفته است و حکومت نباید منتظر بمانند تا شکست از سوی طالبان و سقوط شهر لشکرگاه را تجربه کنند. ټول سیمه د طالبانو په لاس کې دي، هلته طالبان برلاسې دي. د لشکرګاه د په 300 متره کې طالبان هلته وجود لري. در ولایت هلمند با تاسف چندین روز است که جنگ ادامه داره و علاوه از اینکه قتل و قتال فی مابین طرفین درگیر او صورت گرفته رایش. والی هلمند میگوید عملیات بر ضد طالبان از چند استقامت آغاز شده است. نیروهای افغانستان توانستند در 24 ساعت گذشته 22 جنگجوی طالب به شمول مسئول جنگ این گروه برای ولسوالی های نادلی و مارجه و همچنان حقانی مسئول جنگ طالبان در چاه انجیر را با دو زیر دستانش بکشند. په څو استقامتونو عملیات شروع کړی چې یو استقامت د عملیاتو هم همدا اوس د چانجیر په استقامت شروع کړی چې په هغې کې 12 نفره یو ځي کې او 10 نفره بل ځي دښمن چې په لمانځه تلی چې جنگ اشروزی هلمند 7000 خانواده را بی خانمان کرده است. وزارت مهاجران میگوید شدت جنگ باعث شده است که این خانواده ها از هلمند بیرون نشوند و تنها در مناطقی که جنگ اکنون در آنجا نیست بیجا شوند. وزارت مهاجران تا حال به 240 خانواده بیجا شده کمک کرده است. تثبیت شوند که چقدر خانواده ها در کدام محلات نیازمند به کمک هستند. بهتر وزارت مهاجرین جمع ادارات مختلف حکومتی با مؤسسات همکار کمکار انجام خواهد دادن. باشندگان هلمند میگویند هنوز تهدیدات پس زده نشده و هر آن احتمال حمله به لشکرگاه وجود دارد. طالبان در 2 کیلومتری شهر لشکرگاه حضور دارند. در ادامه اعدام یک زن در امریکا پس از 70 سال حکم اعدام در امریکا تطبیق می شود. و در خارج از کشور وزارت عدلی امریکا گفته است که برای اولین بار در 70 سال گذشته حکم اعدام فدرال در مورد یک زن زندانی اجرا می شود. قرار است این حکم در 8 دسامبر در ایالات ایندیانا با تزریق ماده کشنده بالای لیزا مونتکمیری اجرا شود. لیزا مونتکمیری در سال 2004 به یک زن که 8 ماهه باردار بود حمله کرد و پس از دار زدن او جنینش را از شکمش برداشته و با خود برد. در سال 2007 این خانم به جرم آدم ربایی از سوی دادگاه به اتفاق آرا به اعدام محکوم شد. قانون منع رفت آمد شبانه در شهر پاریس و 8 شهر دیگر فرانسه به اجرا گذاشته شد. دولت فرانسه با این قانون بس برانگیز تلاش دارد تا میزان شیوع ویروس کرونا را در شهرهای بزرگ کنترل کند. در حال حاضر فرانسه به یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده است. رستوران ها نسبت به این اعمال این قانون اعتراض دارند زیرا کسب و کار آنها در جریان قرنطینه در بهار امسال نیز از رونق افتاده بود. در ادامه قحطی غذا در افغانستان 11 میلیون نفر با کمبود غذا مواجهند. ادامه خبرها سازمان غذا و زراعت جهان میگوید در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های اقتصادی 11 میلیون نفر در افغانستان با کمبود غذا مواجهند. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید کمک‌های این سازمان با هماهنگی سازمان‌های جهانی و حکومت افغانستان ادامه خواهد داشت. گزارش
روز جهانی مسئولیت غذایی از سوی سازمان غذا و زراعت جهانی امروز در کابل تجلیل شد. بر اساس آمار این نهاد در سال 2020 میلادی افغانستان سومین کشور جهان در بخش کمبود غذا شناخته شده است. مسئولان در این سازمان میگویند که شیوع ویروس کرونا و چالش‌های اقتصادی سبب شده است تا 11 میلیون نفر با کمبود غذا مواجه شوند. افغانستان از جمله کشورهای است که بیشتر شهروندان آن با کمبود غذا مواجه شدند. این مشکل به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا کمبود غذا در افغانستان را تهدید جدی می‌داند و تاکید دارد که کمک‌های این نهاد با هماهنگی حکومت افغانستان با افراد بی‌بضاعت ادامه خواهد داشت. ما به چالش‌های کمبود مواد خوراکی در افغانستان متوجه شده‌ایم. کمک‌های ما به هماهنگی حکومت افغانستان و سازمان‌های جهانی ادامه خواهد داشت. در همین حال وزارت زراعت و مالداری می‌گوید شیوع ویروس کرونا، افزایش جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی سبب نرسیدن مواد خوراکی به مناطق دوردست شده است. مسئولان در این وزارت همچنان می‌افزایند که کشاورزان نیز با چالش‌های زیادی روبرو شدند. و در عین وقت در افغانستان امسال متاسفانه 10.9 میلیون نفوس که حدوداً 35% جمعیت کل کشور تشکیل میده در حالت بحرانی زندگی میکنن، یعنی با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. این در همه 34 ولایت قرار دارن، ولی در یک تعدادی از ولایات فیصدی بیشتر. مسئولان در وزارت زراعت و مالداری همچنان میگویند که حاصلات گندم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و همچنان در سال جاری 14.5 میلیون افغانی در بخش مسئولیت و حفاظت مواد زراعتی به مصرف رسیده است. نرخ ارزها. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. عبیدالله انوری از دنیای ورزش خواهد گفت. کارگاه آموزشی پومسا و طریقه آزمون ارتقای کمربند تکواندو در ولایت هرات پایان یافت. 82 تن از تکواندوکاران شرکت کننده پس از ارزیابی کمیته امتحانات فدراسیون ملی تکواندوی کشور موفق به ارتقای کمربند شدند. برگزاری دومین دور کارگاه آموزشی پومسا و طریقه آزمون ارتقای کمربند تکواندو 3 روز را در بر گرفت. دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال 15 سال شهر کابل را فردا دو تیم مشعل و جوانان پنجشیر برابر هم برگزار می‌کنند. در بازی نخست نیمه نهایی تیم فوتبال 15 سال مشعل با نتیجه 1-0 15 ساله‌های اتحاد را شکست داد و پا به دیدار نهایی گذاشت. در دومین بازی نیمه نهایی جوانان پنجشیر هم با نتیجه 2-0 اسد سباوون گذشت تا در دیدار نهایی برابر مشعل وارد زمین شود. این رقابت‌ها از 20 روز به این سو با حضور 6 تیم با میزبانی ورزشگاه غازی برگزار شده بود. منچستر سیتی با یک گل موفق به شکست آرسنال شد. دو تیم در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس به مساف هم رفتند که این بازی با پیروزی 1-0 منچستر سیتی پایان یافت. در دیگر بازی حساس این شب منچستر یونایتد با حساب پرگل 4-1 نیوکاسل را در خانه اش به زانو درآورد. وضعیت هوا. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. هرات آفتابی، بلندترین 24، پایین‌ترین 10. مزار شریف آفتابی، بلندترین 24، پایین‌ترین 13. جلال آباد آفتابی، بلندترین 30، پایین‌ترین 18. کندهار آفتابی، بلندترین 24، پایین‌ترین 9. و در پایان غزنی آفتابی، بلندترین 19، پایین‌ترین 2. ممنون از همراهیتان در این مجمع خبری.